در دو دهه اخیر مقامات ایران حکم قطع انگشتان دست را در مورد حداقل 129 نفر به اجرا درآوردند و حکم شلاق هم در مورد بیش از 2000 نفر از جمله زنان و حداقل 17 کودک اجرا شده. شوکه کننده تر این که این آمار و ارقام احتمالا کمتر از تعداد واقعی این موارد شکنجه که خیلی هاشون هیچ وقت گزارش نمیشن. قطع عضو و شلاق مصداق شکنجه نقش سازمان عفو بین الملل علنی کردن این اقدامات شنی و بسیج میلیون ها عضو و حامیان این سازمان برای نجات مردم از این مجازات های فیزیکی و شکنجه با مجوز دستگاه قضایی بین الملل از مقامات ایرانی میخواد این حکم ها رو لغو کنن و به مجازات بدنی هم در متن قانون هم در عمل پایان بدن ما از اعضای جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل میخوایم هم به صورت علنی هم در دیدارهای خصوصی از طریق هیئت های دیپلماتیکشون برای نجات شش زندانی زندان ارومیه که در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قطع انگشتان قرار دارند مداخله کنند نگرانی ما از اینه که این افراد طی محاکمه ناعادلانه بدون دسترسی به وکیل در طول روند بازرسی و با تکیه بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه محکوم شدند جامعه بین المللی باید پیام روشنی به مقامات ایران بفرسته مبنی بر اینکه چنین جنایت هایی تحت قوانین بین المللی تحمل نخواهد شد و افرادی که مسئول صدور فرمان و اجرای این مجازات ها هستند باید به عنوان مجرم از جمله از طریق بازداشت در حیطه اختیارات قضایی بین المللی بازخواست بشن